یک مقام آمریکایی طی اظهاراتی اعلام کرد که 80% جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزادی مذهب را محدود می کنند. به گزارش شیوورز، اخبار شیعان جهان، سام برانک، سفیر ایالات متحده آمریکا در امور آزادی بین المللی اعلام کرد که سوء استفاده از بحران ویروس کرونا منجر به افزایش آزار و اذیت‌های مذهبی در سراسر جهان شده است. وی در ادامه گفت مسئولان دولتی که از بیماری و همه‌گیر کرونا برای محدود کردن آزادی مذهب سوء استفاده می‌کنند خبیث هستند. برانک در سخنرانی خود در سومین کنفرانس وزرا در لهستان که به منظور تقویت آزادی دین برگزار شد گفت نیاز به افزایش آزادی‌های مذهبی و حمایت از اقلیت‌های دینی به یک اولویت جهانی تبدیل شده است. وی در ادامه تأکید کرد 80% جمعیت جهان امروز در کشورهای زندگی می‌کنند که آزادی مذهب را محدود می‌کنند. در همین حال، گین منشن، رئیس کمیته آزادی دینی بین‌المللی ایالات متحده نیز در این رابطه گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر دین از مارس گذشته همزمان با شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.